حدود دو هفته پس از زلزله بزرگی که کشور نپال و به ویژه پایتخت آن را لرزاند و دست کم هشت هزار کشته بر جای گذاشت، یک زمین لرزه دیگر به وسعت هفت ممیز سه دهم امروز سهشنبه این کشور را لرزاند. این زمین لرزه بار دیگر ساکنان شهر کاتماندو پایتخت نپال را وحشت زده به خیابان ها کشان. به گزارش خبرگزاری فرانسه این زلزله در دهلی نو پایتخت هندوستان نیز احساس شده است. هنوز از تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارش مخابره نشده. در تاریخ 25 آوریل یعنی بیش از دو هفته پیش کشور نپال شاهد زمین لرزهی به قدرت 7 ممیز 8 دهم ریشتر بود که دست کم 8 هزار کشته بر جای گذاشت. این زمین لرزه عظیم علاوه بر اینکه در نپال هزاران نفر را بی خانمان کرد و به بسیاری از آثار باستانی آسیب رساند در دو کشور هند و چین نیز حدود 100 قربانی گرفت. مرکز زمین شناسی آمریکا امروز سهشنبه خبر داد که زمین لرزه بزرگ نیمروز به وقت نپال دقایقی بعد پس لرزه‌ای پنج ممیز ششده ریشتری را به دنبال داشته است. زمین لرزه بزرگ امروز در حال اتفاق افتاده است که به گزارش سازمان ملل زمین لرزه سهمین نخست زندگی 8 میلیون نفر از جمعیت 28 میلیون نفری این کشور را مختل کرده است. در این میان دو میلیون نفر نیاز فوری به آب، غذا، دارو و مایحتاج اولیه دارند. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید نیم میلیون کودک را به دلیل نگرانی از شیوع سرخک واکسینه کرده و همزمان یک ممیز هفت میلیون کودک در مناطقی که خسارت گسترده دیدند نیاز فوری به کمکهای انسان دوستانه دارند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از ارائه طرح چهار ماده‌ای تهران به سازمان ملل برای حل بحران یمن خبر داد و گفت نخستین محور این طرح آتش فوری به همه جانبه است محمد جواد ظریف تاکید کرد که ایران از هر آتش و توقف عملیات نظامی حمایت می کند و اضافه کرد که تهران آماده است تا در زمینه های انسان دوستانه و برای رسیدن به راه حلی سیاسی در حد توانش کمک کند قرار است از صبح امروز سهشنبه آتشبس پنج روزه میان طرفین درگیر در یمن برقرار شود همزمان شبکه العربیه ویدیویی را منتشر کرده است که انتقال نیروی ضربتی ارتش سعودی به منطقه نجران در مرز با یمن را نشان میدهد ها در تازهترین ترین حملات خود به مناطق غیرنظامی سعودی روز دوشنبه منطقه نجران را هدف قرار دادند که در اثر اصابت گلوله توپ یک شهروند پاکستانی مقیم در منطقه جان سپرد در تحولی دیگر مرزیه افغان سخنگوی وزارت امور خارجی ایران در واکنش به ورود نخست وزیر ترکیه به خاک سوریه آن را گامی خطرناک توصیف کرد وی گفت متاسفانه برخی کشورها نسبت به روند تحولات و شرایط منطقه اشتباهات محاسباتی دارند اظهارات این مقام وزارت خارجه ایران در واکنش به ورود غیرمنتظره احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه به خاک سوریه برای زیارت محل جدید قبر سلیمان شاه بیان شده است سلیمان شاه پدر بزرگ عثمان یکم پایگزار حکومت و امپراتوری عثمانی در سال 1236 میلادی درگذشت و مقبره وی در شمال شهر حلب واقع بود در معاهده ای بین ترکیه و فرانسه در سال 1921 این مکان در کنترل دولت ترکیه میراثدار امپراتوری عثمانی قرار گرفت اما نیروهای ارتش ترکیه در ماه فوریه وارد حلب شده و قبر سلیمان شاه را از شهر حلب به 253 متری مرز ترکیه در داخل خاک سوریه منتقل کردند اقدام نخست وزیر ترکیه به همراه فرماندهی نیروهای زمینی برای بازدید از محل جدید دفن سلیمان شاه با اعتراض دولت سوریه روبرو شد که قبلا به ورود نیروهای نظامی ترکیه به حلب نیز اعتراض کرده بود خبرگزاری رسمی سوریه روزی یکشنبه در خبری اعلام کرد ورود داوود اغلو به خاک سوریه بدون اجازه از دولت سوریه تجاوزی آشکار به تمامیت ارضی یک عضو سازمان ملل و پاگذاشتن قوانین بین المللی است فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه روز گذشته این اقدام داوود اغلو را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت ارضی کشورش خواند رسانه های ترکیه روز یکشنبه گزارش دادند که داوود اغلو که برای شرکت در نشست حزب حاکم عدالت و توسعه به شانلی اورفه پرواز کرده بود به همراه هولوسیاکار فرمانده نیروی زمینی ارتش ترکیه با بالگرد آزم مرز سوریه شدند و از آنجا به محل جدید دفن سلیمان شاه رفتند. رهبران بحرین و عمان به دلایل مختلفی اعلام کردند که در نشست کمپ دیوید حضور نخواهند داشت. پیش از این پادشاه عربستان سعودی نیز اعلام کرده بود که در نشست رهبران کشورهای عربی خلیج فارس با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حضور نخواهد یافت. نشست کمپ دیوید با میزبانی ایالات متحده امروز و فردا برگزار می شود که در آن به مسائل امنیتی منطقه پرداخته خواهد شد. عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد که پادشاه این کشور به خاطر همزمانی این اجلاس با آتشبس بشردوستانه در یمن امکان سفر به آمریکا را نخواهد داشت متعاقب این امر خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه گزارش داد که پادشاهان بحرین و عمان نیز در اجلاس کمپ دیوید حضور نخواهند داشت در همین حال شبکه تلویزیونی فاکس نیوز اظهارات سناتور مکن رئیس کمیته خدمات نظامی سنا را بازتاب داده که تاکید می کند اوباما باید رهبران کشورهای عربی را قانع کند که هیچ واهمه نسبت به توافق احتمالی با ایران نداشته باشند. آقای مکن گفته است، رهبران کشورهای عربی در حال حاضر احساس می کنند که از جانب دولت آمریکا حمایت نمی بنابراین دولت کار سختی در پیش دارد. پیش از این اعلام شده بود که باراک با ما یک روز قبل از اجلاس کمپ دیوید دیداری انفرادی با پادشاه عربستان خواهد داشت اما اکنون مشخص شده که ولیعهد عربستان به کمپ دیوید خواهد رفت با این همه باراک اوباما در یک گفتگوی تلفنی طولانی با پادشاه سعودی اطمینان پیدا کرد که غیبت وی تنها به دلیل دل مشغولی او به آتشبس احتمالی در یمن و چگونگی کمک رسانی به این کشور بوده است و شاهزاده محمد بن نایف نماینده تامل اختیار اوست. بحرین هم عنوان کرده که به جای پادشاه ولیعت این کشور رهبری هیئت اعزامی به آمریکا را بر عهده خواهد داشت. بحرین روابط بسیار نزدیکی با عربستان سعودی دارد. این کشور یکی از متحدان مهم نظامی ایالات متحده در منطقه محسوب می شود و میزبان ناوگان پنجم آمریکاست. غیبت پادشاه عمان در اجلاس کمپ دیوید نیز به علت بیماری عنوان شده است سلطان قابوس که در سالهای اخیر برها نقش میانجی را برای تهران و واشنگتن ایفا کرده به تازگی دوره درمانی چندین ماه را در آلمان گذرانده است و علا رقم پنهانکاری ها گفته می شود که او آخرین ماهای زندگیش را می گذراند. سلامت جسمانی همچنین مانع سفر خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده به آمریکا شده است. او ژانویه سال گذشته دچار سکته شد و برای مدت ها نیز در انظار عمومی ظاهر نشد. همچنین ماه گذشته نیز ولیعهد امارات در کاخ سفید با باراک اوباما به گفتگو است که از مجموع این مسائل احتمال میرود او رهبری هیئت ازامی به آمریکا را بر عهده داشته باشد. اما امیر کویت و امیر قطر در این اجلاس حضور خواهند داشت. امیر کویت روز دوشنبه وارد آمریکا شد در حالی که طبق برنامه اعلام شده امیر قطر نیز همین روز به آمریکا سفر خواهد کرد. ولیعهد عربستان و جانشینش نیز روز دوشنبه از راه پاریس و پس از دیدارهایی با مقامات فرانسوی امروز سهشنبه عازم واشنگتن شدند. فرمانده انتظامی شهرستان بانه در استان کردستان خبر داد که یک سطفان وظیفه به نام یاسین خدیجی از مأموران یک پاسگاه در بانه روز یک شنبه بر اثر تیراندازی افراد ناشناس کشته شده است. حمید رزا اکبری فرمانده انتظامی گفت این سرباز نیروی انتظامی در محور بان سقز و حین کنترل خودروهای عبوری به علت تیراندازی افراد ناشناس مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان درگذشته است. در همین حال خبرگزاری که دولتی ایرنا با انتشار خبر مرگ این سرباز نیروی انتظامی اعلام کرد که جنازه وی با حضور فرمانده انتظامی استان کردستان و مسئولان ادارات شهر بانه تشکی و به خاک سپرده شده است. در همین حال وبسایت فرات اطلاعی منتصب به نیروی مدافع زنان شرق کردستان از گروه های زیر مجموعه پجاک را منتشر کرده که در آن آمده است که نیروهای این گروه در عصر روز 19 اردی بهشت در مسیر سقزبانه به یک مرکز ایست بازرسی نیروی انتظامی حمله کردند و در نتیجه آن دو معمور کشته شده و یک معمور زخمی شده است. گروه نیروی مدافع زنان شرق کردستان ضمن محکوم کردن به گفته این گروه قتل فریناز خسروانی در مهاباد تاکید کرده که این حمله با هدف هشدار به جمهوری اسلامی ایران به دلیل عملکردش کردش علیه زنان انجام شده است در پی مرگ فریناز خسروانی از کارکنان هتل تارای مهاباد در تعدادی از وبسایت های محلی و صفحات خبری در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک این ادعا مطرح شد که وی برای جلوگیری از تعرض جنسی یک مأمور امنیتی به خود از پنجره یکی از طبقات این هتل به بیرون پریده و جان داده است. در همین حال سمد حضرتی رئیس دادگستری مهاباد روز دوشنبه تاکید کرد متوفا و متهم قصد ازدواج با یکدیگر را داشتند و در آن روز تنها به قصد ازدواج این خانم با هماهنگی که داشته به اتاق متهم رفته و در مورد نحوه ازدواجشان صحبت کردند. آقای حضرتی با بیان اینکه شاید دلیل متوفا برای پنهان نگه داشتن رابطهش با متهم ترس از مدیر هتل و اخراج بوده است گفت متهم نیز به اتهام خلوت کردن با نامحرم دستگیر شده است در پی مرگ فریناز خسروانی شهر مهاباد روز پنجشنبه شنبه 17 اردیبهشت شاهد ناآرامی بود و هتل تارای مهاباد به آتش کشیده شد محمد علی سپانلو، شاعر و منتقد ادبی برجسته ایرانی دوشنبه شب در بیمارستانی در تهران درگذشت. آقای سپانلو که چند سالی از سرطان ریه رنج می برد هفته گذشته در پی ناراحتی ریوی و تنفسی در بخش آی بیمارستانی در تهران بستری شده بود. مهدی اخوت دوست و همخانه آقای استپانلو درباره درگذشت این شاعر به خبرگزاری ایسنا گفته است ساعت از 11 شب گذشته بود که از بیمارستان زنگ زدن سپان دچار ایست قلبی شده است محمد علی سپانلو با انتشار مجموعه شعرهای آه بیابان خاک رگبارها و پیاده روها از سال 1342 تا 1347 به یکی از چهره های شاخص شعر معاصر فارسی بدل شد محمد علی استپانلو در دهه چهل از بنیانگذاران کانون نویسندگان بود و آثاری مندگار در زمینه تاریخ و تحلیل داستان نویسی معاصر ایران خلق و آثار نویسندگان و شاعرانی چون جان پول سارتر، آلبر کامو، گراهام گرین و گیوم آپولینر را به فارسی ترجمه کرد. اسدالله امرایی مترجم و از دوستان نزدیک سپانلو در خصوص زمان تشییب و تدفین پیکر وی گفت در حال حاضر مشغول برنامه ریزی هستیم و زمان دقیق مراسم تشییب پس از مشورت با خانواده وی به زودی اطلاع رسانی خواهد شد محمود دولت آبادی و گروهی دیگر از نویسندگان و چهره سرشناس فرهنگی طی ساعت های گذشته درگذشت آقای سپانلو را تسلیت گفتند محمد علی سپانلو در سال 1319 در تهران متولد شد او در سال 1342 با انتشار آه بیابان نخستین مجموعه شعرش خود را به نام شاعری مطرح به جامعه ادبی ایران شناسان او به تدریج در طی نیم قرن بیش از 60 عنوان کتاب شعر و نقد و پژوهش ادبی منتشر کرده است علاوه بر سه که آقای استپانلوه درباره شهر تهران سروده مجموعه اشعاری از جمله خاک رگبارها پیادهروها سندباد قائب حجوم نبز وطنم را می گیرم، ساعت امید، خیابانها، بیابانها، فیروزه در قبار، پاییز در بزرگ را، جالی زیانا و تبعید در وطن از سروده های او منتشر شده است. اشعار محمد علی استپاندو در وزن نیمایی سروده شدند. وزن اما در شعر او علنی نیست و راحتی به چشم نمی آید. در باری از اشعاری که پس از انقلاب سروده وزن را به شکل پنهانتری به کار گرفته است. روایتگری در شعر و بهرهگیری از عناصر نمایشی از دیگر ویژگی های اشعار سپانوس. منظومه افسانه شاعر گمنام در سال 1391 آخرین مجموعه از اشعار سپاندوست که در ایران منتشر شده. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سی صفحه از اشعار این کتاب را حذف کرد و سپس با آن مجوز انتشار داد. محمد علی سپانلو گفته بود برای انتشار کتاب ناچار به حذف بخش های مورد نظر شدم تا اگر بعدها تمامی بخش های کتاب منتشر شد خوانندگان متوجه فشارها و سخت گیری های این دوره بشوند آقای سپانلو از نخستین اعضای کانون نویسندگان ایران بود و از سالهای دهه چهل تا هنگامی که درگذشت حضور پیوسته اما آرامی در عرصه تلاش برای دستیابی به آزادی بیان و تحقق اساسنامه کانون نویسندگان ایران داشت سپانلو خاطراتش از نخستین فصل کانون نویسندگان ایران را در شماره چهار نشریه کلک منتشر کرده است. مجلس سنای آمریکا با تصویب قطنامه ای از مقام ایرانی خواست سه شهروند زندانیان کشور را آزاد کرده و برای یافتن نفر چهارم همکاری کنند. در قطنامه سنا از ایران خواسته شده امیر حکمتی جیسون رضاییان و سعید آبدینی را آزاد کند و کمک کند تا دولت آمریکا رابرت لیوینسون معمور پیشین اف را که در ایران ناپدید شده بیابد به گزارش اسوشیت پرس جیمز ریش سناتور جمهوری گفته است این افراد باید پیش از آن که آمریکا مذاکرات اتمی با ایران را آغاز کند آزاد شوند عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود از صدور کیفرخواست علیه جیسون رزایان خبرنگار واشنگتن پست خبر داد و گفت چهار مورد اتهام در پرونده آقای رضاییان وجود دارد امیر حکمتی که برای دیدار با مادر بزرگش به ایران رفته بود بازداشت و به اتهامهای جاسوسی و آنچه همکاری با کشورهای متخاسم عنوان شد محکوم و در حال حاضر دوران ده سالی محکومیت خود را در زندان سپری می کند. سعید آبدنی نیست که بیش از دو سال است در زندان به سر می برد با اتهام تضعیف نظام محکومیتی هشت ساله دارد. در تحولی دیگر یک دادگاه فدرال در آمریکا روز گذشته جفری استرلینگ معمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را به اتهام درز اطلاعاتی در مورد برنامه مخفیانه علیه فعالیت های اتمی ایران به سه سال و نیم زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس جفری استرلینگ و با درخواست 20 سال زندان تحت قوانین فدرال ایالات متحده علیه جاسوسی روبرو بود. هیئت منصفه دادگاه آقای استرلینگ را در مورد اتهام‌های وارد مجرم شناخته است. این معمور پیشین CIA در بهمن ماه گذشته به درز اطلاعات به یک خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز محکوم شده بود خبر بازداشت آقای استلینگ که در دهه 90 میلادی به مدت 9 سال برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا کار می کرد در دیماه سال 1389 منتشر شده بود جفری استلینگ متهم شد که اسراری مربوط به یک برنامه محرمانی CIA برای ارائه نقشه های عمدن ناقص به مقام های ایرانی را فاش کرده است. بنابر اتهامها، ها این اسناد در اختیار جیمز رایزن خبرنگار سرشناس روزنامه نیویورک تایمز قرار گرفته بود کسی که در کتاب وضعیت جنگی خود به آن اشاره و در عین حال از این برنامه که به به براحتی قابل شناسایی بود انتقاد کرده بود. نشریه دلی تلگراف مدعی شده علی مملوک رئیس شورای امنیت ملی سوریه به اتهام کودتا بر علیه دولت در بازداشت خانگی به سر میبره اتهام او همکاری با نیروهای مخالف اسد و دولتهای بیگانه و تدارک برای انجام کودتا بوده آنطور که در این گزارش آمده رژیم اسد سرنخهایی رو به دست آورده که نشون میده علی مملوک از ها قبل در تماس با نیروهای مخالف اسد بوده و همینطور اطلاعاتی رو با برخی کشورهای حامی مخالفان اسد رد و بدل میکرد اما در مورد سلشگر علی مملوک باید گفت که او یکی از بلندپایه ترین مسئولان امنیتی در سوریه محسوب میشه که سالها بر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دمشق نظارت داشته همینطور او یکی از نزدیکترین افراد به بشار اسد رئیس جمهور این کشور هستش علی مملو که به مشت آهنین ارتش سوریه هم معروف است فعالیتاش حتی به خود سوریه محدود نمی شد دو سال پیش از سوی دادگاهی در لبنان متهم به تلاش برای ارسال مواد منفجره به این کشور و انجام عملیات تروریستی بود در این رابطه حتی مقامات قضایی لبنان یک حکم بازداشت قیابی برای او صادر کرده بودند خبر بازداشت علی مملوک البته تنها از سوی نشریه دیلی تلگراف منتشر شده هنوز مقامات رسمی سوریه واکنشی به این موضوع نداشتن و یا صحت و سقم این خبر رو تایید یا رد نکردن اما دیلی تلگراف میگه که یکی از نزدیکان اسد در کاخ ریاست جمهوری در این رابطه به این نشریه گفته که بشار اسد همواره برای محکم نگه داشتن ساختار داخلی نظام سوریه تلاش زیادی میکرد اما حالا مشخص شده که رئیس اداره امنیت ملی در این مدت در حال برنامه‌ریزی و توطعه علیه دولت بوده بر روی جدای از صحت و سقم این خبر آنچه مسلم هست اینه که اخیرا نشانه های زیادی از چند دستگی و انشقاق در میان سران رژیم اسد دیده میشه از جمله به تازگی مرگ مشکوک رستم غزالی رئیس سازمان امنیت سیاسی سوریه به شایعات و گمان زنی ها در این باره بیشتر هم دامن زده گفته شده قزالی نسبت به حضور و دخالت ایران در سوریه معترض بوده همینطور برخی رسانه های بینون ملالی از نقش سپاه قدس ایران در مرگ رستم غزالی میگن مخالفین اسد هم در این روزها به همین موضوع زیاد اشاره می کنند از جمله خالد خوجه رئیس ائتلاف ملی سوریه بزرگترین ائتلاف مخالف بشار اسد همین چند روز پیش به روزنامه حریت ترکیه گفته که وضعیت رژیم سوریه در شرایطی قرار گرفته که حتی در درون خودش دچار فروپاشی شده و بسیاری از نزدیکان و خانواده اسد از این رژیم جدا شدند بر برخی از تحلیلگران معتقدند که رژیم سوریه این روزها تنها با تهدیدات بیرونی مواجه نیست بلکه خطر فروپاشی از درون نیز این رژیم رو تهدید میکنه علی لاریجانی رئیس مجلس صبح امروز در جریان رسیدگی به طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی گفت مطلبی از طرف رهبری در مورد این طرح به ما منتقل نشده است. گروهی از نمایندگان تند رو مطرح شدن طرح ادغام این دو شورا را خواسته علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خوانده بودند. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جریان رسیدگی به طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده چهار قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت طرحی که اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته است به این نکته تاکید دارد که در راستای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی قرار است که شورای فناوری اطلاعات منحل و در شورای عالی فضای مجازی ادغام شود. آقای نوبخت افسود اطلاعات نادرست و غلطی در اختیار نمایندگان است که اعضای شورای عالی فضای مجازی در شورای عالی فناوری اطلاعات عضویت دارند در حالی که دوازده وزیر عضو شورای فناوری اطلاعات هستند که در شورای عالی فضای مجازی حضور ندارند. با وجود مخالفت دولت مجلس با کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی موافقت کرد و کلیات آن را با 135 رأی مثبت به تصویب رساند با این حال این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شد در صورت تصویب نهایی این طرح ماده چهار قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19 آذر 1382 موضوع تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات حذف می شود. در جریان بررسی این طرح علی اسقر زارعی، کمال علی پور خونکداری و موسا قزم فرابادی به عنوان موافقان و رمضان علی صبحانی فر، سید احسن علوی و علی محمد احمدی به عنوان مخالفان کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی سخنرانی کردند. در نشست امروز و در جریان بررسی کلیات طرح ادغام شورای عالی فضای مجازی با شورای عالی فناوری اطلاعات احمد توکلی نماینده تهران در مجلس طی اختاری با استناد به اصل 160 قانون اساسی گفت طبق این اصل تمام امور اجرایی کشور باید از طریق قوه مجری انجام شود. حال با تصویب کلیات طرح مذکور و حذف ماده چهار قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برخی از تکالیف و ابزارهای وزارت ارتباطات بلا استفاده می شود. از این رو به نظر می رسد این طرح باید مجددا به کمیسیون مربوطه ارجاع شود تا با اصلاح آن پیشنهادات جدیدی در طرح مذکور گنجانده شود. علی لاریجانی رئیس مجلس پس از تصویب کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجلس گفت با توجه به اختار آقای توکلی این طرح را برای تعیین تکلیف وظایف وزارت ارتباطات و تفکیک این وظایف از اختیارات شورای عالی فضای مجازی مجددا به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع می دهیم.